سلام پنجشنبه 20 آبان 98 21 نوامبر 2019 میلادی باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل سرماخوردگی شدید صدای من گرفته است هفتمین روز اعتراضات پنجشنبه سپری شد آمار بازداشتی در سراسر کشور برآوردش بیش از 3000 نفر است و 300 کشته شاید ارقامی که میرسه به نزدیک 400 نفر هم بشود تخمین می در دوازده استان کشور تا کنون دستگیری و کشتار جمعبندی شده که این ارقام به دست اومده نارامی ها در بیست دو استان کشور بوده در شهرهایی مثل ماه شهر، شهر، شهرک چمران، شهرک طالقانی در استان خوزستان جو شدید امنیتی برقراره در مریوان و جوان رود هم گزارش شده که وقتی جنازه عزیز کشته شده رو به خانواده بخوان بدن مطالبه چهل میلیون تومان پول کردن اخبار تکمیلی در مورد دستگیری در دانشگاه تهران نشون میده که از آمبولانس سو استفاده شده و معمورین با آمبولانس وارد دانشگاه شدن به دست کم چهل یا تا پنجاه دانشجو رو بازداشت کردن تعدادی از فعالین قبلی دانشجویی هم احزار یا بازداشت شده اما دیشب صحبت کردیم از اینکه حکومت در تنگنای قطع اینترنت قرار داره و صحبت از باز کردن اینترنت ولی نت بلاکس گزارش داده که سطح اینترنت از چهار تا پنج درصد تنها به هشت درصد رسیده در پاره ای از نقاط محدودی از استان هرمزگان اردبیل آذربایجان شرقی و بخشهایی از تهران هم اون تهران اون هم با سرعت کم و قطع مجدد اینترنت امروز برقرار شد و دوباره قطع شد قانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای داده از اعتراضات به حق مردم پشتیبانی کرده و خواستار آزادی دستگیر شدگان شده. حکومت حربه زنگ زده اعترافات تلویزیونی رو هم دوباره به کار گرفته روش بیحاصل و خسته کننده ای که سالهاست دنبال میکنه فردی به نام فاطمه داوند رو آورده که از سلیمانیه عراق آمده رهبری کرده میخواسته از کشور خارج بشه بازداشت شده حرفایی که به هر صورت مسئله ای رو حل نمیکنه نه کسی این اعترافات رو باور میکنه نه اساسا اعتمادی هست به آنچه که صدا و سیما و غیر رو پخش میکنن و نه اساسا در عزم مردم تأثیری میگذاره آقای ترامپ هم که سرش این روزها گرم استیزاه خودش در آمریکا هست بالاخره در خصوص حوادث ایران به حرف اومد و در توییتی نوشته که حکومت ایران با قطع اینترنت دنبال پنهان کردن قتل و تراژدی است اما در عراق هم مجددا معترضین حرکت کردند پلهای بغداد رو در کنترل گرفتند پلهایی رو که ازشون پس گرفته شده بود و در بصره هم فراخان دادند <coughs> ببخشید برای بستن بنادر بندر اوم القصر بیش از سه روزه که راههاش رو مردم بستند و عملا گلوگاه تجاری عراق رو مختل کردن بر صورت چه در عراق آنچه که مبارزین انجام میدن و چه در ایران لزوم تقسیم کردن انرژی برای چندین هفته و چند ماه وجود داره وقتی حکومت خشن و وحشی حمله میکنه آنچنان که در عراق اتفاق افتاد مبارزین قدری تعمل میکنند و دوباره اقدام میکن. اما شب گذشته از اعتصابات صحبت کردیم و اینکه تشکیل کمیته های اعتصاب در دانشکده ها دانشگاه ها و کارخانجات ادارات و کسبه و غیره روشی است که آروم آروم می تشکل و سازماندهی اعتصابات رو به عهده بگیره و پس از اون هم بتواند که این کمیته ها در هماهنگی با هم دیگه به سوی اعتصابات سراسری حرکت کنند معمولا در همه جای دنیا کمیته های اعتصاب در شرایط پلیسی سه نفر تا حداکثر پنج نفر به صورت نیمه مخفی با همدیگه قول و قرار میگذارند برنامه ریزی میکنند زمانی رو تعیین میکنند اطلاعی رو مینویسند تکثیر میکنند بدون اینکه شناخته بشن اون رو در محل دانشکده یا کارخانه یا اداره پخش میکنند روز و زمانی رو برای اعتصاب در نظر میگیرند با اهدافی که مثلا الان در ایران بحث سرکوب مردم اعتراضات رفتن رژیم و غیره مطرحه همینطور خواستهای های منطقی و محلی و سنفی هم میتونه به اون اضافه بشه در این اطلاعی اضافه بر اون وقت افرادی رو که کم و بیش بهشون اعتماد دارند بدون اینکه مطرح کنند که کمیته برای این کار هست غیر از پخش اطلاعیه خبر رو هم به پاره افراد مورد وسوق میدن که گویا فلان روز دعوت به اعتصاب شده و آمادگی رو در تعداد هرچه بیشتری فراهم میکنن و در روز موعود با جمع شدن و بر سر کار نرفتن یا اساسا از خانه بیرون نیامدن یا در محل کار حاضر شدن و بیرون آمدن و یا در دانشکده بودن و به حیات آمدن و غیره عملا اعتصاب رو آغاز میکنن اعتصاب روشی است که درگیری مستقیمی رو ایجاد نمیکنه حکومت ابزارهای سرکوبش کار نمیکنه و این روزها مثلا در دانشگاه ها قطع اینترنت ابزار خوبی هم هست که اگر معمورین بخواهند کاری هم بکنند به راحتی دانشجو میتونه بگه ابزار کار یعنی اینترنت موجود نیست یا ترافیک مختل رسیدن به دانشگاه نامعلومه و بنابراین خطر پرسجو و تفتیش هم کمتر میشه به خصوص برگزار کنندگان و برنامه ریزان باید در حفظ امنیتی خودشون بکوشند برای اینکه مطمئنن مأمورین امنیتی ابتدا دنبال سازماندهندگان خواهند کشید در خصوص اعتصابات روش های گوناگون اون و تجربیاتی که در کشورهای دیگه هم بوده باز هم صحبت خواهیم کرد اما دو خبر جالب هم بود یکی اینکه آقای عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی سیاسی ارتش در صحبتی فرمودند که صدام و قذافی تسلیم شدند و نابود شدند اما اسد مقاومت کرد و نابود نشد باید مقاومت کرد در واقع ایشون کاملا هم به یه معنی درست گفته و آقای خامنه ای و چهل دزد بغداد همراه ایشون رو با اسد قذافی و صدام مقایسه کرده اما آقای مهدی چمران هم که دنبال جمع جور کردن اصول گراهاست در درس عنوان کرده که در درس فقه از آقای خامنه ای پرسیدن چرا با افزایش قیمت بنزین موافقت کردید ایشون فرمودن چه کاری می توانستیم بکنیم منظور چاره ای نداشتیم و بعد گریه هزار با امید پیروزی ایران و ایرانی